درود فروان به شما دوستان عزیزم امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشید امروز اومدم برای شما ازان یک بازی جذاب بررسی کنم و اون هم بازی علی فیروزجا فیروز جا در برابر قهرمان بانوان شطرنج جهان حال حاضر به شطرنج جهان خانم جوون جون هست خب شاید خیلی از شما دوستان عزیز نتایج من رو در مسابقات ازبکستان که مسابقات بلیتس جهان بود دنبال کرده باشین و میدونید که من با ایشون در مسابقات بلیتس رپید جهان مسابقه دادم ولی خب ایشون بعد از این مسابقات به مسابقه تاتا تا استیل تا رفتن و این بازی که در دور پنجم در برابر علیرضا فیروزجا انجام دادم و بریم ببینیم که در این بازی چه اتفاقی افتاد و خب یک بازی خیلی جذابی هم هست خب خانم جوون جون با حرکت دی چهار بازی را آغاز کرد علی رزا حرکت ای 6 را انجام داد سفید با حرکت ای چهار بازی رو به دفاع فرانسه تبدیل کرد و همونطوری که خب میدونید اخیرا علی رزا جا دفاع فرانسه رو در رپرتوار خودش قرار داده و خب هر از این دفاع رو بازی میکنه به هر حال خیلی جالب هست به خاطر اینکه خب الان الرزا فیروز رو برای فرانسه بازی میکنه و شروع بازی هاشن فرانسویه یک شروع بازی جالبی هم هست چون معمولا در سطح بالا خیلی کم تریده میشه که فرانسه بازی بشه معمولا ای پنج میکنن که حرکت خیلی محکمتر و سالیدی هست ولی به هر حال نمیخوایم وارد مسائل غیر شتنجی بشیم و اینکه اینجا علیرضا حرکت d5 رو انجام داد e در d5 e در d5 اسف f6 فیل دیشیش جوبنجون فرنش یا اون فرانسویه تعویضی رو انتخاب کرد و اینکه در اینجا جوبنجون حرکت c4 انجام داد اسف f6 c e7 فیلدس فیلد ج 4 خب ما در اینجا اگر شما راجع به ساختارهای پیاده مطالعه کرده باشین یا ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید میدونیم که ما به این پیاده ها یا به این ساختار پیاده میگیم ساختار پیاده ثابت و ساختار پیاده ثابت به این صورت هستش که دو پیاده در رو در روی هم قرار دارن در یک ستون و یک ستون باز در مرکز قرار داره و وقتی که ما مرکز ثابت داریم گرفتن ستون باز های از اهمیت هست و همچنین خونه ای که با پیاده مرکزیمون کنترل میشه معمولا جایگاه اسبمون هست یعنی این دو نکته خیلی خیلی مهم هست در مرکز ثابت خب در اینجا جوبنجو حرکت H3 رو انجام داد اچ 5 فیل ایسه اسب سه و اسب به ده دو دفاع از اسب اف سه یه جورایی که بتونه وزیر خودش رو سفید حرکت بده به راحتی سی اگر روخ ای 8 رو انجام داد که حرکت خوبی هست چون همون که گفتم ما میخوایم که ستون ای رو با روخ کنترل کنیم سفید با فیل به پنج ادامه داد اسب ای چهار وزیر آ چهار حمله به سه شیش، اسب C6 اسب در دو 2 اسب در دو خب ما نمیخوایم با فیل بزنیم چرا که بعد از فیل در اف 3 در در اینجا پیاده های سفید خراب میشه و شاهش هم ناامن خواهد شد خب در بازی اسب درد دو انجام شد که حرکت درستی بود سیا حرکت فیل ج پنج رو انجام داد فیل در سه شیش به در سه و حرکت رخ آ آی یک همونطور که مشاهده می کنید حتی اون میله ارزیابی که شما دوستان عزیز به من گفتیم دفعه پیش در ویدیو در ویدیو یوتیوبم و گفتیم که evaluation بار بهش میگیم میله ارزیابی خب در میله ارزیابی شما مشاهده میکنید که وضعیت متعادل هست سیاه در اینجا حرکت فیل ای ایس انجام داد رخ در دا سر رخ در ایس اف در ایس وضع دفاع از پیاده و حمله به پیاده ایسه. سفید حرکت رخ ای یک رو انجام داد اف پنج و حرکت F5 خیلی حرکت دقیقی نبود ولی من فکر کنم که در این بازی علی رضا میخواست هر طوری شده این بازی رو ببره و خب حریف علی رضا 2549 ریتینگش بود و علی رضا 2759 هست یعنی تقریبا 210 ریتینگ از حریفش بیشتر داشت و خب با سیاه بازی میکرد بکنم کمی بازی رو ریسکی جلو برد و نمیخواست که خب خیلی محکم بازی کنه و برای مساوی بازی کنه در اینجا سفید حرکت وزیر آشیش رو انجام داد سیاه با F4 دامه داد توجه داشته باشه که ما نمیتونیم پیاده رو بزنیم چرا که روخ ای یک زیر ضرب هست سفید وزیر F1 بازی کرد اف در ایسه وزیر دسه حمله به پیاده اگر اسب زده بشه ما میتونیم وزیر رو با کیش بزنیم و بعد از اون پیاده دی دو رو بگیریم بنابراین این سیاه در اینجا حرکت ای رو انجام داد که حرکت خوبی نبود و سفید با حرکت اسب اف سه ادامه داد ولی حرکت بهتر در اینجا حرکت جی چهار بود که به فیل حمله کنه و بعد از حرکت فیل ج شیش با حرکت وزیر در ای دو ادامه بده و این اند گیم به نفع سفید هست چرا که پیاده های سیاه ضعیف شده و سفید میتونه سرانجام اسب خودش رو به ای پنج برسونه و اسب در خونه ای پنج دیگه هیچ مهره ای نمیتونه تقریبا بهش حمله کنه چون فیل سفید رو هست و پیاده ای هم نمیتونه به اسب ما حمله کنه ولی خب در بازی جوبنجون حرکت اسب افسر انجام داد که حرکت یکم محتاطانه ای هم بود و خب عاقلانه هم هست چون شما وقتی که با یک حریف خیلی قدرتمندی بازی میکنید که 200 تا 300 تا ریتینگش از شما بیشتر است معمولا نمیخواین که خب بازی رو ریسکی کنید ولی خب چه چاره بهتری بود بعد از حرکت اسب اف که بازی شد سیاه حرکت وزی اف هفت رو بازی کرد حرکت وزی اف هفت درست نبود حرکت بهتر در اینجا وزی ای چهار بود که وزیرها تعویض بشه ولی خب بعد از حرکت وزیر F7 سفید حرکت از G5 رو انجام داد که حرکت درستی بود به وزیر و پیاده H7 حمله شده و سیاه مجبور هستش که وزیر خودش رو به خونه G6 بذاره که جلوی وزیر رو بگیره البته فیل G6 هم قابل بازی هست ولی خب بعد از فیل 6 ما میتونیم به راحتی پیاده E2 رو بزنیم خب علیرضا حرکت وزیر جشیش رو بازی کرد وزیر در جشیش فیل در جشیش توجه داشته باشین که اگر با اچ وزیر زده بشه در اینجا فیل به دام میفته با حرکت ج چهار بنابراین سیاه با فیل وزیر جشیش رو زد سفید با رخ در ایدو ادامه داد که خب پیاده ایدو پیاده خیلی قوی بود و باید ما پیاده رو بزنیم چرا که اگر پیاده رو نزنیم سیاه میتونه که فیلد رو انجام بده خب رخ در ایدو اچ ای 6 حمله به اسب اسب اف سه. فیل ای چهار که جلوی رخ گرفته بشه و بعد از اون از ای پنش. همونطور که مشاهده میکنید دو سوار یعنی هم سوار سفید در مرکز قرار داره و هم سوار سیاه ولی همونطور که میدونید معمولا اون اسب مرکزی بیشتر در اینجور پوزیشن مهم هست به خصوص این که پیاده های سیاه آسیب پذیر هستند در اینجا و سیاه خب نمیتونه پیاده سه 6 رو دفاع کنه بنابراین سیاه حرکت آ 5 رو انجام داد اسب در سه شیش آ چهار رخ ایسه جلوگیری از آ رخ آ 6 اسب B4 خب اسب خیلی دقیق نبود بهتر بود که جوون جون اسب رو به مرکز منتقل میداد ولی بعد حرکت اسب چار رخ ج6 برای سیاه ایجاد شد توجه داشته باشین که اگه از در خونه ای 5 بود ما جلوی این خونه هم می گرفتیم ولی خب از بچار حرکت بدی نبود از بچار رخ ج6 حمله به پیاده ج3 h5 رخ آسه خب رخ آسه حرکتی بودش که یکم برتری سفید رو کم کرد حرکت بهتری که اینجا سفید میتونه بازی کنه حرکت آسه هست که از اسب خودش دفاع کنه و مثلا بر از حرکت H4 حرکت G4 رو انجام بده و کامپیوتر این وضعیت رو به نفع سفید میدونه ولی خب در بازی سفید حرکت رخ آسه رو انجام داد و همونطور که مشاهده میکنید ما در حرکت سی و بازی قرار داریم و بازیکنان تقریبا 15 دقیقه و 12 دقیقه برای علیرضا وقت هست و بعد از حرکت چهلم بازیکنان اون وقت اضافه رو دریافت میکنن بنابراین یکم اینجا بازیکنان در تنگی زمان هستند چون برای تمام برای هفتش حرکت 12 یا 15 دقیقه وقت دارن خب سیا حرکت شاه افشت رو انجام داد شاف و همونطور که من در ویدیوهای آخر بازی خودم گفتم در آخر بازی ما دو اصل اساسی داریم یکی از اونها اکتیو کردن و فعال کردن شاه هست و دیگری ایجاد پیاده رونده که بسیار بسیار مهم هست در آخر بازی خب در اینجا خیلی ما امکان ایجاد پیاده رونده رو نداریم هم از طرف سفید هم از طریق سیاه بنابراین شاه این رو به وارد بازی میکنیم و توجه داشته باشین که اگر اینجا سفید بخواد پیاده رو بزنه پیاده جسه زیر ضرب هست بنابراین سفید باید پیاده خوش دفاع کنه تا بتونه این پیاده رو بگیره خب سیاه رو خفشش گیش داد که حرکت منطقی بازی است شاه ای دو رخ یه جورایی سیاه میخواد جلوی حرکت رخ در رو, رو بگیره حرکت اچار انجام شد که خب حرکت دقیقی نبود در اینجا حرکت بهتر رخ آسه رخ ایسه هست رخ آسه ایسه هست ولی خب سفید حرکت اچار رو انجام داد شاه ای هشت رخ ایسه شاه ده هفت و حرکت آسه خب جوون جون ترهایی که کامپیوتر پیشنهاد میده رو دید ولی یکم دیرتر دید و کامپیوتر ترجیح میده که این پیاده در خونه اچ سه بود به جای خونه h چهار که خب یه جایی منطقی هم هست چون الان پیاده ها تقریبا بلوکه که شدن و اونقدر تحرک ندارن خب در اینجا سیاه حقیقت رخ ایشیش رو بازی کرد شادد و حرکت که خیلی به نظر خود من و از اینکه بازی دیدم جالب بود حرکت اسب آدو هست اسب آد... آدو یه حرکتی هست که خب کمتر شاید انسانی باشه ولی طرح خیلی جالبی داره طرح اینه که ما اسب خودمون رو به سه سه برسونیم و به ضعف های سیاه حمله کنیم و من خب این حرکت رو خیلی دوست داشتم که اسب به عقب برمیگرده ولی میخواد یه جوری پا عوض کنه و اسب خودش رو به سه بیاره تا به ضعف حمله کنه خب سفید در اینجا حرکت شاه دیدو رو انجام داد رخ F6 با رخ F2 کیش شاید و رخ F8 و در اینجا سفید حرکت B سر کرد خب توجه داشته باشین که در اینجا رخ اف 8 حرکت آخر تایم کنترل اول بود یعنی زمان اول و در اینجا بازیکنان بعد از حرکت خودشون چهل دقیقه وقتشون بهشون اضافه شد البته فکر میکنم شاید فکر کنم بله همون چهل دقیقه اضافه شد سفید به حال پیاده خودش رو به بث روند و پیاده رونده بر خودش در ستون ایجاد کرد. در اینجا سیاه حرکت فیلجدرو رو انجام داد که حرکت خوبی نبود حرکت بهتر در اینجا رخ 8 بود که جلوی آ چهار سفید رو یه جورایی بگیره ولی خب سیاه این حرکت رو انجام داد. سفید رخ ایسه بازی کرد ولی به حرکت بهتر حرکت آ چهار بود رخ ایسه فیل به ای چار برگشت و بعد از اون سفید حرکت اسب آدو رو انجام داد اسب عصب... بعد اسب آدو رخ هشت تهدید سیاه رخ به دو کیش و حمله به شاه و اسب سفید هست سفید با اسب سه سه ادامه داد رخ به دو کیش شاه ای یک رخ به سه شاه اف دو فیل اچ یک اسب دی یک رخ به هشت رخ ای پنج حمله به پیاده های سیاه ج6 دفاع از پیاده و خب پیاده پنجم فیل اچ1 دفاعش هست فعلا رخ e 1 حمله به فیل فیل ای4 اس ب6 سه سه. رخ f 8 شاه ج1 و رخ اف6 خب این حرکتی بودش که فکر میکنم علیرضا فکر میکرد که شاید به آخر بازی رخ که راه پیدا کنه شانس های تصاویش بیشتر هست در صورتی که در اینجا کامپیوتر حرکت شاه شیش رو بهتر میدونه و اگر سفید بخواد اسب در ایچار بازی کنه سیاه میتونه با رخ ای هشت اسب رو آچمز کنه و این پوزیشن تقریبا متعادل هست چرا که برای اساس شاه اف 2 د ای چهار و شاه سیاه میتونه خیلی فعال در خونه د پنج حضور پیدا کنه و برای سفید پیشرفت این پیش برد این وضعیت خیلی سخت است و نمیتونه وضعیت خودش رو بهبود ببخشه ولی خب بعد شاه جی یک حرکت شاه سه رو انجام نداد و به جای اون حرکت رخ افسر رو انجام داد که به پیاده و اسب سفید حمله کنه بعد از اون سفید با حرکت اسب در ای چهار ادامه داد د در ای چهار شاه جدو رخ در آس رخ در ای چهار خب جالبه بدونید که در اینجا سفید تنها یک پیاده جلو هست ولی همین یک پیاده برای برد کافی هست چرا میگم جالبه چون که معمولا میگن در آخر بازی های رخ اگر شما یک پیاده هم عقب باشید معمولا میتونید بازی رو به تصاوی بکشونید ولی بریم ببینیم که آیا این بازی به تصاوی کشیده شد و یا اینکه نتیجهش به چه صورت شد خب در اینجا علیرضا حرکت شاه دی سر رو انجام داد سفید حرکت شاه افتر رو بازی کرد سه شیش توجه داشته باشین که اگر مثلا شاهر سیاه به خونه 36 بیاد ما میتونیم رخ E6 کیش بدیم و پیاده J6 رو بگیریم و مثلا بعد حرکت رخ D4 پیاده H5 سیاه رو هم بگیریم بنابراین حرکت خوبی نیست ولی خب سیاه خیلی حرکت بهتری هم نداره سیو حرکت C6 رو انجام داد که جلوی D5 رو بگیره شاه جدو رخ د یک شاه اف سه رخ اف یکیش شاه ای سه رخ اف هفت رخ اف چهار خب تعویز رخ ها بازی رو به آخر بازی پیاده میکشونه و همونطور که میدونید معمولا دیگه در آخر بازی پیاده اگر شما یک پیاده عقب باشین بازی از دست رفته است بنابراین علیرضا نخواست که روخ ها تعویز بشه حرکت رخ جه هفت رو انجام داد سفید با شاه د ادامه داد شاه ای شیش رخ اف رخ به خونه آ 7 توجه داشته باشید اگر شاه سیاه به خونه دی 5 بیاد در اینجا سفید میتونه تنها در سه حرکت شاه سیاه رو کیشمات کنه من از شما عزیزان میخوام که این ویدیو رو نگه دارین و حرکت درست سفید رو پیدا کنید چجوری سفید میتونه یک شبکه ماتی برای سیاه ایجاد کنه خب بله درسته حرکت درست حرکت رخ ای هشت که هست که شما میخواین حرکت رخ ای پنج رو بازی کنید و خب اینجا سیاه مجبور هستش که این حرکت رو کنه و بعد رخ در ای هفت جی پنج رخ ای پنج شما هست توجه داشته باشین که اگر سیاه پیاله ج شیش رو نداشت این پوزیشن ستیل میت و یا پات بود خب برگردیم قبل در اینجا سیاه حرکت رخ آ هفت رو انجام داد جوبنجون حرکت شاه ای 4 رو بازی کرد رخ E 1 و رخ د8 خب تهدید حرکت رخ د8 چیه حرکت رخ د ش که به پیاده ۳ش و پیاده ج ش حمله کنه در این وضعیت علیرضا تسلیم شد ولی اگر علیرضا کیش میداد در خونه ای1 سفید میتونست با حرکت شاه F4 ادامه بده و مثلا در اینجا اگر سیاه حرکت رخ D1 رو انجام بده سفید میتونه رخ D6 کش بده شاه E7 و بعد از اون شاه G5 رخ D3 شاه در G6 رخ در G3 شاه در H5 و در اینجا سفید دو پیاده جلو میفته و این پوزیشن باید برای سفید برنده باشه خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه این یک بازی خیلی به نظر من طولانی و پر از نکته بود و خب ما شروع بازی داشتیم، وسط بازی داشتیم، آخر بازی داشتیم خیلی تکنیک های مختلفی در این بازی درگیر بودن و خب من حرکت مورد علاقه خودم رو گفتم حرکتی بود که اسب آدو و اسب سه سر رو انجام بدیم حرکت مورد علاقه شما در این بازی چی بود کدوم ترها بیشتر دوست داشتیم و یا اینکه کدوم حرکت رو از این بازی کنان بیشتر دوست داشتین خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لطفا اگر این ویدیو رو دوست داشتین همین الان اون رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و لایک کردن این ویدیو به پیشرفت جامعه شطرنجی خودمون کمک کنیم و اینکه خیلی دوستتون دارم مراقب خودتون باشید و من شما رو به در ویدیو بعدی خواهم دید پس تا اون روز بدرود